بینندگان عزیز سلام، ساعت 11:49 جامسروان علیزاده رئیس کلانتری گلمکان گفتن برای دستگیری تعداد از سارقین آمدن مشهد، مورد قبلی تیراندازی داشته، الان هم چون طرف احتمال فرارش بود دیگه نتونستن ثبت کنن ما برسیم، رسیدن اتفاقا اینجوری که میگم فرار کرده و تونستن توی یک از کوچه های خیابان عبادت بگیرنش. بله، همین جماعتی که اینجا احتمالا شلوغیش مال همین. این آقا حساب همدستانی داره که دیشب یه ماشینی سرقت کردن، آوردن محدوده شهر گلبهار تخلیه بکنن، که در لحظه ای که تخلیه میکردن ما با کار اطلاعاتی که انجام دادیم و منابعی که داشتیم به ما اطلاع دادن و ما رفتیم با توسل به تیراندازی، یعنی یک مسیر رو طولانی رو همدستان ایشون متواری شدن، تیراندازی کردیم، لاستیک‌های خودرو رو برابر قانون به کارگیری سلاح زدیم و خودرو متوقف شده. با این که خودرو متوقف شده، باز هم مثل همین آقایی که الان با مامورین ما درگیری خیلی شدیدی داشت و مسیر طولانی رو متواری شد، در نهایت دستگیر کردیم و به همدستاش اعتراف کردیم و اومدیم. ایشون هم که الان منتظره که انگار لوازم اون خودرو سرقتی که به حساب سرقت کرده بودن ایشون بهشون تحویل بده، اومدیم مثلا وسایل رو بهشون تحویل بدیم. ایشون سارقی هستن که در شهر گلمکان با یک نفر دیگه از همدستانش که الان در کلانتری بازداشت هستن دستگیر شدن و الان قرار بود که مثلا وسایلی که سرقت کردن و از روی خودرو باز کردن بیارن به این سارق بعدی که سارق اصلی است و سرقت اصلی رو داره انجام میده بهشون تحویل بشه. توضیح بده شما. درسته. قابل توضیح بده. چیزی که گفتیم. قابل توضیح بده. شهر بده. صبح ماشین ساعت 5 صبح اومدن، از دست یکی دیگه بود، اومد ازش هم گرفته بود، اومد داد به خانه ما زنگ زد، اومد ماشین رو داد به ما. همین آقا؟ همین آقا. بله. اون آقا هم دست شما بود که این آقا ما آورده ماشینو؟ بله بود. دیگه که بقیه هاشو وسایل رو ببرم باز کنم، باید بستنیم بزنم ساعت 9 بیام که دیگه بقیه هاشم شما در جریان. یه چیزی دستش بوده مثل ای که این چی از همراهش؟ چی کاره؟ شما بگو. بره دیگه همه کار داشت استفاده میکنن. مثلا چی کاری؟ شما در رو باز میکنن باش. با همین در باید. این یعنی یک سویچ طلاییه به دیگه یک جوری. کلید همه فن حریفه. شاکلید درست کردن مثلا. تا همین غالبا افراد سابقه دار هستن و به صورت حرفه‌ای با همکاری همدیگه اقدام به سرقت‌ها می‌کنن که اینها با قرار قانونی روانه بازداشت شدن و جهت تکمیل تحقیقات و کشف سایر سرقت‌های مشابه در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و ما در تصمیمات قضاییمون در صدور قرار تأمین به سوابق متهم‌ها و حرفه‌ای بودن متهم‌ها توجه لازم رو خواهیم داشت و حتی در صدور مجازات قانونی، حکم مجازات قانونی با توجه به سوابقی که اینها داشتن، تکرار جرمی که داشتن و تعدد جرمی که داشتن به تجویز مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات رو از دادگاه درخواست خواهیم کرد. من الان که اومدم برای دستگیری این آقا، مردم همه اهالی از جمله این آقا که اینجا حضور دارن بسیار خوشحالن که اومدین و برخورد کردین. بارها خودشون گزارش دادن و خب همکاران ما اومدن بازرسی کردن، منتها خیلی آدم به حساب خودش تیزی هستش که وزرنگی هست که هر دفعه به یک نوی تونسته فرار بکنه، ولی خب فرار یک بار، دو بار، یه بار، سوم، چهارم فراری در کار نیست و حتما گرفتار قانون میشه و الان باید پاسخ همه اون جنایت ها و اون خلاف ها و اون به حساب سرقت هایی که انجام داده را باید پاسخگو باشه و قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد. متهمی که الان در اختیار ما اعلام کرده، ما بارها تونستیم بالاخره یک جوره متواری بشیم از شلوغی شهر و اینا. با همین آقا کارشون سرقت ماشینه و بعضی موقع با توسل به زور، و الان شمشیری هم اینجاست، او شمشیر رو بدیم به من. لوازم سرقتی چارج داخل ماشین بوده، ماشین دیگه است که سرقت شده و این شمشیریه که
بالاخره ایجاد رعب و وحشت میکنه و استفاده میکنه برای اینکه مردم تسلیم بشن یه وقتی جلوشو نتونن بگیرن. نکته‌ای که میتونه به ما کمک بکنه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای پیشگیری از وقوع جرم، وصول گزارشات به موقع مردمی است. در خصوص کشف این تعداد سرقت، خب با گزارشی که از ناحیه مردم به ما واصل شد، به حمدالله با سعی و تلاش عزیزان ما در مجموعه انتظامی شهرستان، خصوصا کلانتری 12 شهرستان که ما امروز هم در راستای ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری که بحث نظارت و آموزش ضابطین رو جز وظایف دادستانی قرار داده و ما باید به صورت مستمر نظارت داشته باشیم و خدمت این عزیزان در کلانتری رسیدیم و تقدیر و تشکر کردیم از زحمات همکاران انتظامی که سعی و تلاش کردن در راستای کشف این جرائم. گزارشات به موقع مردم به ما کمک میکنه در راستای کشف این گونه جرائم. ببینیم الان اینا دیگه کشفیات دیگه تبرم دارن. تبرم دارن بله. ابزاراتی که به هر حال فقط برای ایجاد رعب و وحشت هستش بیشتر. ببینید کیلومتر ماشین مشخصه. کارشون سرقت ماشین آلات. تا الان 5 فقره خودرویی که الان تا الان یعنی توی یکی دو ساعت گذشته اعلام کردن که سرقت کردن، 5 فقره تا الان این آقایون اعلام کردن که ما سرقت انجام دادیم و روششون به اینه که از اینجا سرقت میکنن، میارن در بیابان‌های اطراف شهر گلبا یا خارج از شهر ماشین‌ها رو تخلیه میکنن، کپسول گاز، ضبط باتری، موتور همه رو باز میکنن و میارن اینجا به فروش میرسونن. سرقت از مشهد اوراق کردن تو گلمکان. بله بله. ما نامه هم نوشتیم به سرکلانتری محلمون ولی متاسفانه خب عملی انجام نشد و اینا. بعد ناموس مردم رو به زور وارد خانه میکردن اینا. عجب. بله ناموس مردم به زور. ما امنیتی نداشتیم اینجا، نیروهای امنیتی اومدن اینجا اصلا وارد شدن، مجوز قضایی گرفتن وارد خانه شدن ولی متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشد. ما هم نامه نوشتیم، صورت جلسه محلی تنظیم کردیم، همه امضا کردن فرستادیم، گفتن اقدام میشه، لطف کردن برادر بزرگوارم امروز اومدن و عملیات انجام دادن که ما خواهی پیش چیزی کشف نشد انگار. مواد مخدر چرا؟ مواد مخدر و خدمتتون عرض کنم اینا مکانی بود برای توزیع مواد مخدر جناب رهبر. این فرد که دستگیر شد مردم از ترددهایی که به این خونه انجام میشه گلایه داشتن، میگفتن افراد مسئله دار، افراد معلوم الحال اینجا زیاد رفت آمد میکنن، ما زن و بچه داریم و گله مندیم از این قضیه. جاهای مختلف شهر ما این گله رو میشنویم. اگر مردم واقعا با یه همچین خونه هایی مواجه شدن که افراد مسئله دار و معلوم الحال مثلا خانم های خاص اونجا رفت آمد دارن و زن و بچه دار بودن و شاکی، چی کار میتونن بکنن؟ عرض کردم اینجور موارد رو مردم میتونن گزارش بدن یا به پلیس 110 یا به دادستانی، حالا به صورت مستقیم یا از طریق سامانه sajam.ir به ما گزارش بدن و این گزارش‌ها به دست ما میرسه و دستورات لازم رو در راستای کشف ادله جرم به ضابطین خواهیم داد و رصد می‌کنیم که اگر مواردی باشه حتما با قید فوریت دستورات قضایی رو لازم رو میدیم و دست عزیزان ضابطین رو در خصوص برخورد با این گونه جرایم باز خواهیم گذاشت. چه خواسته شما دارید از دستگاه قضایی برای برخورد با اینا؟ اگر بزرگواری بفهمه جدی باشن توی قضیه مماشات دیگه، آقا بسته توی قضایایی که خدمتتون عرض کنم اتفاق افتاده و مخصوصا این قضایایی که شما خودتون میبینید روزی 4-5 ماشین 6-7 ماشین را میدوزن، خب اون بنده خدایی که احتمال داره 10 سال تمام وجودش تمام زندگیش همون ماشین احتمال داره باشه، ولی خب اینا به طرفت العینی در یک چشم هم زدن این عملیات انجام میدن و ماشینا رو میدوزن و آبم رو یک لیوان آب سرد میخورن بالا، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. درگیر به حساب دستگیری آقایون هستیم. ببینید که اتکت بنده، شلوار همکار من، کفشای ما از خاک و قطعاً این آقایی که الان درخواست داشتن از مقامات محترم قضایی از مراجع انتظامی که برخورد قاطع انجام بشه، من همینجا این قول رو به شما میدم، مطمئن باشید من تا از در حوزه انتظامی تا جایی که به حساب اختیارات ما هست و جایی که قانون اجازه میده تا هر مرحله ای که بخواد پیشروی بکنه و تمام ابعاد این موضوع روشن بشه پیگیری خواهم کرد و به عرض مقام قضایی هم خواهم رسان و حتما ما در دستور کار قرار داریم و خیال شما راحت باشه، امنیت ها حتما اینجا تامین همکاران من تامین خواهد کرد و این موضوع رو من طی یک گزارشی به کلانتری محلم اعلام میکنم که انشالله بتونم به نحو مقتضی و به بهترین شکل ممکن امنیت اینجا را برقرار بکنم. جناب سوار شلوار شما هم امروز پاره شد نه؟ دویدین دنبالش یا نه؟ دنبالش که دویدیم افتاش در حین فرار بود، بهش دستور ایستن دادیم توقف نکردنشون، تیراندازی هوایی کردیم بازم توقف نکردن، چاقویی که دستشون داشتن که الان توقیفش کردیم با چاقو به سمت ما حمله کردن، بعد نوی بود دستگیرش کردیم. بسیار خدا قوتتون بده، خوب شد تیره بهش نخورد، والا الان 50 تا سابقه سیاسی می آوردن میگفتن ایشون از آزادی خواهان به نام اینور اونور است. بگذاریم وارد جزئیات نشیم، الحمدلله سالم، خودش میتونه بگه من دزدم.
بله، هدف انتظامی نیست کسی رو زخمی بکنه، کسی رو مجروح بکنه و برخورد خدای نکرده جان کسی در خطر بیفته، ولی اگر کسی بخواد فراتر از قانون بره قطعا ما از تمام تجهیزات از تیرمون استفاده خواهیم کرد، از اسلحه‌مون استفاده خواهیم کرد و هیچ ابایی هم نداریم در چارچوب قانون برخورد بکنیم و به سمت اون متهمی که برای ما مهرز باشه و توجه نکنه تیراندازی بکنیم و ایشون رو زمین گیر بکنیم.